درود بر همگی. با این خونه هم بایستی کم کم خداحافظی بکنیم. به زودی نقل مکان میکنیم، هنوز مشخص نیست به کجا، ولی میخوایم آماده باشیم. وقتی اون مکان مشخص شد ما دیگه استرس بسته بندی و جابجایی نداشته باشیم. به همین خاطر من رفتم یه دونه روفرگ گرفتم برای این مزدا CX-7. یه روفرگ و یه سبدی که روی روفرگ میشینه. ما یه تریلی داریم از قبل، اونو دیدین، حالا دوباره هم فیلم میگیرم. احیانا اگه وسایلمون بیش از ظرفیت اون تریلی بود میتونیم روی روفرگ بذاریم. و اینکه هر از گاهی میریم تعطیلات کوتاه مدت و یا کمپینگ، وسایلمون اونقدر نیست که تریلی رو به خاطرش ببریم، ولی توی ماشین هم جا نمیشه، پس این روفرگ به کار میاد. حالا از همشون فیلم میگیرم که چه گرفتیم. این روفرکه، حالا من تبلیغ نمیکنم برای هیچ شرکتی، این روفرکه گرفتم که این میشه و این وسایلیه که نیازه، فیتینگ بهش میگن. اینا شد حدود $370 و سبد هم شد حدود $130. این سبد 6 ماه پیش حدود $200 بود، امروز آف خورده بود، ما $130 گرفتیم. پس بریم با هم ببینیم این آیا روی ماشین سوار میشه، سازگار هست با سیستم ماشین یا نه، و یک تجربه میشه. من تا حالا روفرک نصب نکردم، این بار اولم. بریم با هم ببینیم. این کل پکیج هست. اینا به این شکل میاد بیرون. یک کلید توی این هست، نباستی گم بشه برای اینه. این ظرفیتش 75 کیلوه، هر رگ با هم میشه 150 کیلو. خب اینو تا اینجا داشته باشیم. من راهنمای اینو میخونم که یه وقت کار اشتباهی نکنیم، ماشینمونو خراب نکنیم. و این فیتینگه، این لاستیکه که میشینه روی ماشین که این جنس سخته باش تماس پیدا نکنه و رنگ ماشین رو خراب کنه. 4 تا هست، برای این 4 تا قطعه پلاستیک خشک هست و 4 تا حالت مهر مانند و آچار ال و 4 تا پیچ. خب پیش از هر کاری چند 4 تا کپ اینجا هست، 2 تا تو هر سمت. خب همون جهتی که گفته، با همین کلیدی که هست اینو باز میکنیم. به این شکل. آچار آلن به اندازه این اصلا توی پکیجش نبود، یکی با فیتینگ ها اومده که اون برای کاری دیگه است و به این نمیخوره، برای همین تو خونه داشته باشین بد نیست. خب این بازوها هر کدومش چپ و راست داره، از کجا هم بفهمیم چپ یا راست؟ اول اینو باز میکنیم. اینو اگه برگردونیم تو این قسمت نوشته آر، نمیدم اینو میبینید یا نه. ما آروم حرف میزنیم، کوچولومون خوابیده بیدار نشه. خب این قطعه اینجا رو ما در میاریم، فشار میدید، همینجور انگشتاتون رو بذارید، آه در میاریم. برای ماشین ما نیست، برای کسی که فکر کنم روف رایل از قبل داره و این که میشینه اینجا به این حالت. اینو فعلا بذاریم اینجا. خب این هم باز میکنیم. میخواد باز بشه، دوباره امتحان میکنیم. خب اینم در میاریم.
امیر اینجا میشه. خیلی راحت جا میشه آنیس تقلق. حالا آقا ما یک قضاوت زود هنگام کردیم، گفت اینا آچار ندارن. آچار اینجاست توی یکی از درا. اینه گفته که اینو 10 بار چیز کنید، شل کنید. ما اینا از اینجا میذاریم پایین، درسته؟1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هر دوش رو این کار انجام میدیم. اینو ببینید حالت فنری داره، فشار میدیم برمیگرده. این فقط شور میکنیم که بتونیم روفرک رو روش جا بدیم به این حالت. ببینید این اینجا سوار میشه، کلیک میشه. ببین الان صدا تقش میاد. این اینو که فشار بدیم اینجوری، ببینید هر مقدار بخواین میرین جلو یا میایین عقب. حالا ما ماشین هنوز اندازه نگرفتیم، این دوتا رو فعلا میذاریم، بعدی هم به همین شکل دیگه. 4 تا پیچی که توی پک فیتینگ بود به اینجا میزنیم به این شکل. هیچ یک سمتش آچار میخوره سوراخه، ما سمت پرشو وارد اینجا میکنیم. از همون آچاری که با پک فیتینگ اومده بود اینو صفر میکنیم. گفته که حواستون باشه بیش از حد صفر نشه. ما هم حواسمون رو سعی میکنیم بدیم. روفرک خیلی مهمه. اشتباه توی جاده باز بشه جون مردم در خطره. که مطمئن بشم درست جا گذاشتم. بله اینا رو هم به همین شکل بذارید. تیپی ما مطمئن بشم چپ و راست و فلان نداره. بعدن که روفرک رو این سوار میشه مشخص میشه. یکی دیگه میخوام. تا اینجا ما وضع کردیم و یه توضیح بدم. شما فرض بکنین اینو از قبل که ستاپ کردین، مثلا این بیرون افتاده اومده اینجا، میبینین این پیچ برای همین اینو فشار میدین میره عقب و بایستی طوری تنظیم کنین که از اینجا بیاد بیرون و این لاستیک هم بایستی قشنگ بنشینه به این پلاستیک بالایی. مثل اینجا میبینیم پلاستیک دیگه معلوم نیست، پلاستیک کامل دورشو گرفته. این فردا اگه بارون زد از ورود بارون به داخل ماشینم جلوگیری میکنه. دوباره با این آچار برین اینا رو چک کنین، خیلی مهمه. حالا بیش از حد صفر نشه ولی حتما باید صفر باشه، اگه نه روفرک. حالا من چیز اشتباه آوردم با آلنکی. لطفاً حتما اینا رو چک بکنین محکم. بعد از اون ما این رکا رو بایستی متر بکنیم که از صحن سمتی به اندازه مساوی زده باشه بیرون. اونجا هم همینجور اینا تنظیم میکنیم. وقتی تنظیم شد این پیچ رو میتونین صفر بکنین. اینو برعکس صفر میکنین که دیگه روفرک کامل بشینه. خب اینا رو که چک کردین، وقتی مطمئن بودین بعد از کافی محکمه، یه دونه مهره داره، اون مهره رو بذارین و ببندین. این مهره رو عرض میکنم. ببینید اینا بذارین. نه به همون شکلی که هست خوبه.
این بی توضیح ببین از این سم مثلا حدود 10-15 سانت بیرونه، از این ور حدود 7 سانت. این رو میزون میکنیم، متر میکنیم که هر سمتی دقیقا چقدر باشه. خب با 4 تا از این لاستیک ها میاد. این کجا میره؟ میره اون لبه رک، لبه تیز رک رو میپوشونه که سر کسی بهش خورد آسیب نبینه. به این صورت این وارد اون شیار میشه، پایینش هم که شیار خودش رو داره یه ضربه اینجوری میزنید و 4 تا رو به همین صورت میذارین. مرحله آخر و یکی مونده به آخر، این پیچ رو محکم بکنید که دیگه این رگ تکون نخوره، اینو ثابت نگه داره و حتما هم مطمئن باشید محکم بستین، چون که یه وقت باری مثلا این ظرفیت هر دوش 150 کیلوه، من این وقت اونقدر بار نمیزنم، ولی فکر کنید مثلا 100 کیلو بار روی اینه، شما دارین 80 تا 100 تا میرین، بعد باد شدیدم بیاد، احتمال جابجاییش خیلی بالاست و بسیار خطرناکه 100 کیلو بار بیفته روی ماشین و پشت سری. اینو میذارین و این مرحله آخره. این سمت راست میشه، درسته؟ قفلش سمت راسته. رایت و لفت از اینجا میشه، این رایت اند لفت از دت ساید. این قفل رو میذاریم اینجا. There you go. I have the key on it. Let's sit. این سمت درست شد. پس هر 4 تا رو انجام میدیم یه فیلم کامل میگیریم. سبد هم از کارتونش آوردیم بیرون به این شکله، کاملا کمپکت. فکر میکنم سر هر کردنش خیلی آسون باشه، کار چیزی نیست. این پایه ها هستن که این دوتا رو از هم جدا میکنه، یه ارتفاعی بهش میده، به این شکل میشه. اون لبه جلوش هم باد شکنه دیگه، این پلتی جلو جلو سبد میشینه که شما حرکت میکنین یه حالت باد شکنی به کل شکل سبد میده. منو سرهم میکنم و یه تصویری ازش با هم میبینیم. این سبد هم رو هم کردیم، خیلی ساده است. به قول اینجا یا you can't go wrong، چند تا پیچه به هم بس میکنیم به این شکل در میاد. این جلوشه حالت نکتیز و باد شکن داره. این حالا میذاریم روی ماشین و با 4 تا پرانتزی اینو به هم بس میکنیم. 13 کیلو هم وزنش. حالا من این اندازه میگیرم که دقیق از هر سمتی مساوی باشه، از یک سمت بیشتر نزنه بیرون، حتما باستی وسط ماشین بشینه، وگرنه وقتی شما رانندگی میکنین تعادل ماشین رو به هم میزنه و مصرف سوخت خیلی میره بالاتر. خب به این شکل نصبش کردیم، 4 تا از این پرانتزی ها میگیره. ببین بعد اینو از بالا میلش رو بندازید مهرهاش و این حلبی این پلیت رو از باین نصب کنید که این قسمت تیز رو به پایین باشه، اگه کیفی چیزی بالا گذاشتین آسیب نبینه. هر ماشین یه فاصله خاصی بین این دوتا بازو بایستی باشه. اینو منیول روفرک رو حتما چک بکنین، برای هر ماشینی فرق داره و بسیار بسیار مهمه. این به این صوره، این قسمت هم که باد شکنه میبینین. حالا من اینو همینجور میذارم رو ماشین بمونه 2-3 روز، باش رانندگی میکنیم، بعد چک میکنم ببینم تقلق نباشه قبل از این که ما اینو بارگیری کنیم. و اونم تریلر اینجا. دوستان اگر لذت بردین، چیز یاد گرفتین، سابسکرایب
لایک کامنت فراموش نشه. برنی کم هیر کم هیر کم هیر سی های تو اوری وان کم هیر. محله میذاره بوم خودش رو میگیره. روز روزگار خوش.